شروع میکنیم. اولین درس مضمون اتوکت خود. اتوکت یک برنامه است که اول ما یک سلسله معلومات در مورد ازی باید بر شما داشته باشیم که این برنامه اتوکت چه نوع یک برنامه است. درست است؟ باز بعدن بخیر ما و شما میریم به اصل درس خود که درس اتوکت باید از کجا شروع بکنیم. صحیح؟ خب در قسمت اتوکت معلوماتی را که باید ارائه بکنیم بر شما، این معلوماتی است که اتوکت برنامه است از کمپانی اتودسک. مثل از این که ما یک کمپانی داریم به نام مایکروسافت، همونطور است؟ بسیار یک کمپانی بزرگ است، برنامه های مختلف از قبیل ویندوز و آفیس و ایگپا در جهان پخش میکنند. درست؟ همین قسم اتودسک هم یک کمپانی بسیار بزرگی است که در قسمت اتوکت اینا فعالیت دارن و اولین برنامهشان برنامه اتوکت ساختن و این برنامه بسیار زیاد در جهان مروج شد، خصوصا در قسمت نقشه کشی ساختمان. این تمام امو بخش های انجینری انجینرها میتونن از اتوکت استفاده بکنن و این بار اول توسط نظامی های امریکایی ساخته شده. اتوکت برنامه اتوکت بنان توی یک برنامه است که شکل نظامی را داره که برشون فرمان میتی کار انجام میده، فرمان میتی کار انجام میده، یعنی برنامه است که طبق فرمان کار میکنه. چون اون سیستم نظامی هم اما توی یک قاعده وجود داره که فرمان است اجراات است. اتوکت هم عین تو یک برنامه نظامی شکل نظامی داره. بازی خوب بسیار سرش کار میشه، بالاخره ای پیشرفت میکنه، بلاش پیشرفت میکنه. فعلا بسیار اتوکت یعنی انکشاف کرده. او حالت اولی که ساخته شده بود او حالت اولیش نیست دیگه، ولی بسیار انکشاف کرده. اتوکت 2002 را که شما بگیرید مقایسه بکنید با اتوکت 2013 و 2014 بسیار فرق میکنه. توجه شدید؟ بنان این معلومات بود که در قسمت هی و این اتودسک کمپانی اتودسک که اتوکت بر ما شما عرضه میکنه، این کمپانی نه تنها که در قسمت اتوکت کار فعالیت داره، بلکه این کمپانی برنامه های دیگه هم داره، برنامه های دیگه را روی دست داره، یعنی کار کردن از قبیل 3D Max، Revit و بعضی برنامه های دیگه هم است که اینمی کمپانی اینجا نامش نوشته است به نام اتودسک. این کمپانی با ساخته منتها اولین برنامهش برنامه اتوکت بوده که نرم افزار اتوکت تهیه کردن و بعدا برنامه های دیگه را هم ساختند. درست است؟ گفتیم 3D Max، Revit و بعضی برنامه های دیگه است که اینا هم مسئول کار کمپانی اتودسک می باشه. صحیح است؟ خب این بود معرفی، یک معرفی ابتدایی در قسمت اتوکت. با شما میتونید خودتان معلومات چپتری را که ما شما تهیه کردیم صرف در بخش 2D اتوکت است که باز اگر وقت داشتیم ما شما 3Dش هم میخونیم، منتها 2Dش بسیار زیاد مهم است. اساسات چیز در انجینری در تمام جهان در استاندارد نقشه کار میشه، در اتوکت 2D کار میشه. متوجه شدین؟ استاندارد نقشه ها در کل جهان مروج است. یه تو برنامه یا تو هنوز نامده که به حساب استاندارد نقشه ها کار میشه جای اتوکت بگیره و خصوصا در برنامه نظامی انجینری نظامی را که امریکایی ها دارن، اینا صرف همین کارهای نقشه را با اتوکت میپذیرن، غیر از دیگه استاندارد نیست. یعنی استاندارد بست یک برنامه جهانی شناخته شده و شکل استاندارد قبول شده جده. و کتابی را که ما تهیه کردیم برای شما، چپتری را که تهیه کردیم، ای اتوکت فار آل افغان انجینرز پروفیشنل تیپس اند تکنیک. صحیح؟ ای اتوکت است که ما شما بخیری را میخونیم، چیزی است که گرفته شده از کتاب های معتبر استاندارد جهانی است و بسیار به ترتیب تنظیم شده. موضوعاتی را که ما شما میخوانیم در اول یک معرفی بود، بعدا ما خود یعنی چپتر اول ما در مجموع بالای عزیز که ما چطور میتونیم اتوکت آغاز بکنیم، معرفی اتوکت است.
چپتر دوم دراوینگ بیسیک است و همین شکل چپتر سیم سمپل 2D آبجکت است و چپتر چهارم کریتینگ سمپل 2D آبجکت است. به همین شکل منظم پیش رفته. یعنی اگر ما بر شما بگویم این قسم ما ایر تهیه کردیم که در ابتدا اتوکت بر شما معرفی بکنیم، بعدا در چپتر دو همین صفحه خدا آماده ترسیم دراوینگ بسازیم و در چپتر بعدیش ما به حساب بعضی از چیزهای عادی را بر شما درس میتیم که اگام آبجکت های بسازم شکل ابتدایی کار بکنین، باز چپتر سیم، باز بعضی جزئیات دست میخوانیم، باز این قسم به ترتیب پیش میریم. یعنی تو نیست که گردوات یک دفعه از شرق بگیم یکی از غرب بگیم. در بسیاری جای اتوکت درس میتن ولی به شکل استاندارد درس نمیتن که یک نفر از کجا آغاز بکنه در کجا ختم بکنه. این خو یک بحر است. یک روز میاد یک چیز شما میگه، دیگر روز میاد دیگر چیز شما میگه، دیگر روز میگه خلاص شد اتوکت. در این بازار اینجا که شما برین اتوکت بر درس بده و میبینید فرق میبینید که از کجا تا کجا است. یا یک روز میام روز اول برات میره که لاین یک قسم ترسیم میشه، سرکار این قسم ترسیم میشه، میگن خلاص دیگه اتوکت خلاص شد. 15 روز خلاص اتوکت. در حالی که قسم نیست، این یک برنامه جهانی با یک وضعیتش، با یک لاین ترسیم کردن و یک سرکار ترسیم کردن ختم نمیشه. این جزئیات بسیار زیاد داره و باید به ترتیب در چیزی که مهم است در تدریس از این ترتیب است. حالی تو که ما در ریاضی جمع و تفریق و ضرب و بالاخره کسر و همین قسم پیش رفته نری، در معادلات بالاخره مشتقات و لیمیت و انتگرال نمیشه. متوجه شید یک از خود هر چیز یک سلسله داره، ترتیب داره که از یک نقطه صفر باید آغاز بکنی و به یک نقطه ختم انجام باید برسی. متوجه شید؟ یعنی مشکلی که در افغانستان از اکثر جای کتوکت درس میتن امی است که طبق یک برنامه منظم پیش نمیرن. ما کوشش کردیم چپتر قسمی تهیه بکنیم که بسیار به شکل به ترتیب منظم باید باشه. صحیح نیست؟ و این چپتر ما که به انگلیسی است، به خاطر از این که ما بیره میفهمیم که اصطلاحاتی که از اینجا کلش انگلیسی است، ما فقط هم اصطلاحات آوردیم دیگه، نمیشد که بر از اون ما او را ترجمه کنیم. متوجه شدین؟ بنان این اصطلاحات است که ما اگر یادش بگیریم بهتر از برای ما خاطر استفاده چیز. و قدر انگلیسی سخت نیست، فقط هم اصطلاحات هم اینجا آوردیم دیگه. ویار کلش تشریح میکنیم، هر کدام از یک کاربرد داره دیگه، حتما شما یاد میگیرین و باید هم یاد بگیرین. ببینین به ترتیب همه قسم پیش رفته. گفتیم که چهار چپتر ما یک موضوع مشخص بیان میکنیم. مثلا چپتر اگر چپتر شش است، مودیفاینگ آبجکت است. آبجکت که ترسیم کردیم ولی چطور میتونیم ایره مودیفای بکنیم، یعنی در حقیقت ایره دهی تغییرات به وجود بریم در آبجکت. با ترتیب است بعد از ترسیم. دیگه فرض کنیم میریم در بخش ایدیتینگ یا چینجینگ پراپرتیز. هر چپتر که چپتر 11 ما ادینگ کراس هچینگ، هچ چطور میگیریم. باز در چپتر 12 تکس است، تکس ما چطور میتونیم ترسیم بکنیم. چپتر 13 دایمنشنینگ یور دراوینگ. این بسیار با ترتیب منظم پیش رفته که انشاءالله تمام از این را میخوانیم. درست است. و بالاخره چپتر 17 پلات است، یعنی می کاری که شما کردید حالا دیگه چطور میتونید در روی صفحه پرینتش بکنید. صحیح؟ و چپتر 17 و 16 و 17 در این بخش است. و بالاخره از اینجا ختم میشیم. در 17 چپتر در بخش 2D است که ختم میشه. صحیح است؟ باز پروگرام تیدی شروع میشه. صحیح است؟ خب به هر صورت میم از چپتر اول درس خود آغاز میکنیم. چپتر اول ما شما Getting Start with AutoCAD است. ما چطور میتونیم AutoCAD آغاز بکنیم؟ در این چپتر کوشش میکنیم که مسائل ابتدایی را برای شما تشریح کنیم. فرض مثال از صفر شروع میکنیم دیگه. اول آغاز کردن اتوکد، دوم معرفی محیط اتوکد، سوم انتخاب کماند، چه قسم یک کماند ما انتخاب میکنیم، چهارم correcting mistake، اشتباهی که میکنیم رو پس دوباره چطور جبران میکنیم. سیز گپای بسیار ابتدایی است. help، چطور از help اتوکد استفاده کنیم، یعنی گپای بسیار ابتدایی است. دیگه opening existing drawing، saving your drawing existing from AutoCAD. این چیزایی است که بسیار زیاد گپای عادی است که ما شما ایره انشاءالله که تشریح میگیریم. سیز